خب امروز میخوام که یک اطلاعاتی راجع به کرونا ویروس ها بدم و پیشگیری از اونها. کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که هفتمین رده جدید اون در چین پیدا شد. علائم ابتلا به این ویروس، علائم شایعش تب و سرفه، تنگی نفس و بعضی علائم گوارش و اسهال هستش و در موارد شدید عفونت ریه و نارسایی کلیه و میوکاردیت قلبی ممکنه باشه. بیشتر افرادی که مستعد هستن سالمندان هستن، دیابتی ها، بیماران قلبی، خانم های باردار و کودکان هستن. برای انتقال میتونه از راه هوا باشه، تماس با انسان مبتلا و دست زدن به وسایل آلوده. از لحاظ پیشگیری من توصیه میکنم که شستشوی کامل دست ها رو روزانه و مرتب انجام بدید، روبوسی و دست دادن انجام ندید، دهان و بینی خود رو معمولا موقع عطسه و سرفه با دستمال بپوشونید، با یا قسمت بالای آستین بپوشونید، فاصله 1.5 متری با افراد بیمار داشته باشید و از تماس دست هاتون به چشم و بینی و دهان خود بپرهیزید و دستمال های کاغذی مصرف شده رو در محیط رها نکنید، غذاهای نیم پز معمولا استفاده نکنید و از تماس با حیوانات خودداری بکنید. در مورد ویروس کرونا، فرد مشکوک به بیماری فردی هستش که تب داره، سرفه و تنگی نفس داره و معمولا توی سوابقشون سفر یا به کشور چین معمولا ممکنه باشه یا تماس نزدیک با موارد علامت داره بیماری باشه یا کسانی که مراقبت میکنن از بیماران و تماس نزدیک داشتن که معمولا تماس نزدیک بودن، همکار بودن، هم کلاس بودن یا تماس های شغلیه یا هم سفر بودن هستش. اینها تماس نزدیکه و زمانی که ویروس میتونه زنده بمونه نشون میده که در چند ساعت تا حتی 9 روز میتونه که زنده بمونه، ولی مواد شستشو دهنده مثل بایتکس میتونه از بین ببره از روی سطوح و معمولا چون ویروس این بیماری آنتیبیوتیک روی اون اثری نداره و تا کنون متاسفانه واکسنی برای اون پیدا نشده. بنابراین بایستی که حتما ما مسائل بهداشتی رو رعایت کنیم برای جلوگیری از اون و باید بدونید که استفاده از ماسک به تنهایی هم باعث محافظت نمیشه و باید حتما بهداشت دست و بهداشت تنفسی رو ما رعایت کنیم.